به نام خدا، محمد هومن عطایی هستم، برادر زاده و شاگرد استاد افغان، استاد خلا محمد عطایی. و امروز برنامه خیلی کوتاه تدریس الفبای موسیقی و هفت سر رجب شما در نظر بیدون. امیدوار دوستانی که در کشور خود ما امکانات ندارن که تدریس موسیقی بگیرن، از این طریق ما بتانم در کمک رای ما کرده باشم. خیلی ساده ما بتانم برای شما بتانم بگم که در موسیقی ما هفت سر و گاهی هم گفته میشه که 12 سر داریم. چرا هفت و چرا 12 گفته میشه؟ من کوشش میکنم به این برای شما تشریح بدم و فرق سرها رو الفبای موسیقی شما به اینجا میکنیم درست یاد بگیرم. و نه گفته نمونه به خودم هم به این طریق از عمو جان خودم آموز استاد عطایی درس گرفتم و در اینجا دوست داشتم هم در سایت ما از اینا گرفتم خود شما شریک بسازم و خود شما بتونید از این استفاده کنید. چرا میگن هفت سر در موسیقی ما داریم؟ این هفت سر عبارت از ساری گم پدنی. اینجا برای شما نوشته میکنم سا ری گا ما پا دا نی. این شد هفت تا. در قدیم این سرها اسم دیگری هم داشتن که هنوز هم استفاده میشه که عبارت از سا کبش هم میگن سا یا کب، ری ریکب، گی گنده ها، ما مدهم و پا پنچم، ده دیوک و نی نیکار. این شد پس دوباره همون هفتار ما ساره گمه پرده نی یا کرج ریکرد گندار مدم پنچم دیوک نیکار. این هفتار. ولی چرا این بعضی وقتا از 12 سار هم صحبت میکنن؟ این به چی رقمی به وجود میآید؟ این شما این به این رقم در وجود میآید که سرهای ما داریم که سرهای دوگانگی هم نام میبرن. مثلا سر ریکب، گنده، مدم، دیوت و نیکات سرهای دوگانگی هستن. یعنی که در این وسعت سر ریکب تیور و یا ریکب کومل فرق داده میشه. بزید هم که ما سا داریم سا شروع میشه. ری دوگانه ویسته دوباره، یعنی که ما در ری ریکب کومل و تیول داریم که ریکب کومل نوت میشه به اسم را و ریکب تیول نوت میشه به اسم ری. اینجاست که این سر دو دوگانگی میشه، دو امکانات رو خود میگیره، سا، را و ری، ریکب کومل و ریکب تیور. اینجا نشته میکنیم کومل و اینجا تیور و همچنان دندار. دندار هم دو فرم خود داره، دندار تیور و دندار کومل. دندار کومل ما نشته میکنیم گا و دندار تیور نشته میکنیم گا. اینجا هم دوباره این کومل این تیور. میرسیم به مدهم. مدهم هم امیده دو سور داره، مدهم کومل و مدهم تیور. که مدهم کومل هم نشته می کنیم ما، مدهم تیور هم نشته می کنیم ما. اینجا هم دوباره کومل و تیور.
نیستیم پنچم. پنچم سور مستقلی هست. پنچم سوری است که کمول اکیوه نداره. برای خاطر تنها پن رشته میکنیم و هیچ کمول کیوه در اینجا ما فرق نداره. میرسیم به دیوار. دیوار تمامی که کمول و کیوه داره که کمول نشان میکنیم دا، کیوه نشان میکنیم ده. اینجا هم دوباره کمول و کیوه و نیکات هم امیته نیکات کمول و نیکات کیوه که نیکات کمول نشان میکنیم نا و نیکات کیوه نشان میکنیم نا. اینجا هم دوباره کمول و کیوه و این هست که از هفت سر ساره گمه پزن نیسا صحبت میکنن یا از دوازه صحبت میکنن چون ما بین کمول و تیوار فرق میدانند و سرایی که کمول و تیوار داره ریکت گنداره مدم دیوته و نیکاته سا همیشه شروعه هم تیوار و کمول نداره و همچنان پنچم سر مستقل است که دیوته کمول نداره و اینجا که ما ببینیم ما دوازده سر به وجود میاریه اگر ما کمول و تیوار در نظر بگیریم و این هست که ما از کمول و کیوه سوره میکنیم. سوره ها همی که ساره گمه پزنیسا هست او در گفتار، در نماختن، در آلاف گفته نمیشه که را یا گا یا ما یا دا یا لا او همیشه ساره گمه پزنیسا هست و همی که میمونه متا در نظری که میخواهن وسط کمول و کیوه خرک بدن و سوره های کمول اون همیشه یک آی اضاف کردن را، گا، ما، دا و لا این سرهایی که بسیر هم بین کمول و کیور وجود میاره و اینجا من دوباره اوورویو سرهای از نظر هرمونی من نوشته کردم این مهم است که میشه بدونید که سرها از هر کردی که شما شروع کنید به می ترتیب می آید یعنی که میشه سا یک سا میشه دو سه چهار پنج شیش هفت هشت نو ده یازده و عبارت از سا را ری گا گ ما م پ دا د نا می بلی ترتیب همیشه می آید سرها به حساب چیزی که در افغانستان رواج داره و از اختراعات حضرت امیر خسرو بلخی میباشیم این نوشته کردم و چیزی که ما برای دوستا همه پیشنهاد میکنم که در کنار سرهای افغانی نام سرهای که در خارج از افغانستان در اروپا و دیگر کشورهای دیگر هم استفاده میشه در کنار از این بدانم چون ما در امکاناتی هستیم که با دیگر موسیقیدانان که در افغانستان درس نخوندن خارجی اینا با اونا ارتباط داریم که و اینجا الفبای موسیقی هم مهم است که ببانیم که در دیگر کشورها به چی رقم استفاده میشه خیلی ساده این من روشه کردم سرهای افغانی در کنار را شما میکنیم خیلی ساده یاد بگیریم که مثلا ما داریم ساره گمه پدر نیسا و در اینجا اینا از دیگر نوت استفاده میکنن مثل سی دی ای اف جی آ و بی بسیار ساده ما داریم ساری گمه پدر نیسا اینا میگن سی دی ای اف جی آ و بی و در کنار از این سرها اینا استفاده میکنن که مثلا رکب کمول ما برای از این اروپایی ها میشه سی شهر این همشه میشه میشه سی شهر و گندار کمول ما میشه دی شهر مدام تیور ما میشه اف شهر دیوات کمول ما میشه گی شد
سنیکات کمال ما میشه آشو به این سازگی. این که دوستا افغانی هم یاد بگیرم که بتونم مردمان افغانستان یا هندوستان این نوت ندارن، از این نوت استفاده میکنم بتونم با اونا ارتباط دارن و بخوامن که ایک شب کدام سور است، دی شب کدام سور است، دی کدام سور از اینا هست. من شخصا توصیه میکنم که در کنار سورهای افغانی این سورها هم بلد باشن و در خود اینا درس خوبی میتونه باشه که بتونه استفاده کنم. خیلی تشکر، انشالله که من تونسته باشم دوستان کمک داده باشم که بتونن وارد موسیقی باشن. انشالله در آینده در خاص همین ویدیوهای ما بیشتر داره شما در میگذارم برای شما که بتونن بیشتر استفاده کنن. دوستای عزیز، اینجی سورایی که در افغانستان رواج داره و مکتب حضرت مخصوم بلخص من این نشته کردم، همچنین سورهایی که در اروپا یا کشورهای خارج از افغانستان به کار میشه هم در این باره نشته کردم. و در کنار از این من لازم است که کوتاه تشریح بدم که در کنار از این ترکیب سور در خود هندوستان از ترکیب دیگری هم استفاده میکنن که من اینجی کوتاه برشم تشریح میکنم که اینا این سورهای ساری گما پدریسا اینا به نام شود هم میگن که سور ساست ریکب تیوار ما اینا هم شود هم میگن در این سال این رو مشته میکنم شود و همچنان گندان تیوار ما هم در بعضی از جاهای هند ایده به نام هم به نام شود یاد میشه میگن ایده مثلا شود گندار. و همچنان اینجا مهم است که ماخ مدام کمال میگن اینا شود مدام میگن شود مدام پنچنگ که سور مستقر است و همچنان دیوت تیور ما را هم شود هم یاد میشه شود و همچنان نیکات تیور. یک ترکیب دیگری هم هست که در هنج رواد داره که ما بین شود سور و سورهای کمول فرق میدانن و یکانه سوری که اینا دارن که تیور میدانن فقط بدن تیور است. این هم یک ترکیب سوری است که هم در هنج رواد داره و اینجا من کوتاه دوست داشتم بر شما این هم تشریح بتونم. امیدوار که بتونم استفاده کنن این دوستان که امکانات ندارن در خود افغانستان، انشالله که بتونن از این ویدیوی ما استفاده کنن. خیلی تشکر از اینکه ویدیو ما شنیدین. همیشه با ما باشین. محمد هومن عطایی.